سلام خوش اومدید به کلاس درس من امروز میخوایم با همدیگه یک گزارهای رو بررسی بکنیم و اون هم این هست که مشتق یک تابع خود یک تابع است حالا این یعنی چی رو الان براتون توضیح میدم و مطابق معمول میخوام برای مفهوم تابع از اون مفهوم جعبه سیاه استفاده بکنم با همدیگه دیدیم که یک تابه یک همچین چیزی هست که یک ورودی میگیره به نام X و داخلش یک عملیات های انجام میده که ما اسم اون عملیات ها رو میذاشتیم F یا G یا هر چیزی دوست داریم و خروجی FX رو برای ما تولید میکنه حالا شما بیایید و این تابع FX مساوی با X به توان دو رو در نظر بگیرید که من دوباره از سایت گوگل آوردم اینجا ما با هم دیدیم که مشتق تابه در هر نقطه برابر با شیب خط مماس بر تابه در اون نقطه هست حالا بیایید مثلا این نقطه x مساوی با دو رو در نظر بگیرید من اگر یک خط مماس بکنم بر تابه در اون نقطه حالا تقریبا یک همچین خطی خواهد بود و من میتونم این شیب رو حساب بکنم حالا بیاید یک نقطه دیگه روی این تابه رو در نظر بگیرید مثلا بیاید یک همچین نقطه ای رو در نظر بگیرید حالا من اگر شیب خط مماس بر تابه در این نقطه رو حساب بکنم احتمالا یک همچین چیزی خواهد بود یا حالا خورده میتونم بهتر بکشم مثلا یک همچین چیزی خواهد بود حالا من خیلی دقیق نکشیدم اما میبینید که این شیب متفاوت هست از این شیب یعنی این دو تا شیب یکی نیست و من نتیجه میگیرم که مشتق تابه در نقاط مختلف الان فرق داره با هم دیگه اصلا شما بیاید یک نقطه در این سمت محور ایکس ها در نظر بگیرید مثلا یک همچین نقطه در این صورت خط مماس بر تابه این خواهد بود که شیب این اصلا منفی هست میدونید دیگه این شیب الان شیب منفیه بنابراین مشتق تابه در نقاط این سمت محور یعنی اگر من هر نقطه ای رو این ور بگیرم شما خط مماس بر تابه رو که رسم کنید میبینید که شیبش منفی خواهد بود بنابراین اتفاقی که داره میفته اینه که خود مشتق یک تابه از ایکس هست یعنی من در هر نقطه میتونم مشتق رو حساب بکنم احتمالا در نقاط مشتق مختلف مشتق با هم فرق داره و نکته مهمتر این هست که هر نقطه فقط و فقط یک مشتق داره یعنی من فقط و فقط یک شیب میتونم به هر نقطه نسبت بدم بنابراین مشتق یک تابع خودش تابع هست چون میدونید دیگه تابع یعنی اینکه شما به ازای هر ورودی فقط و فقط یک خروجی تولید بکنید بنابراین من میتونم این جعبه سیاه مشتق رو هم رس بکنم که به این ترتیب کار میکنه که یک ورودی x رو میگیره این الان اشتباه شد ورودی x رو میگیره یه عملیاتی روش انجام میده که ما بهش میگیم مشتق گیری از تابع f و اونو با f پریم نشون میدیم همیشه و f پریم x رو به من میده یعنی مشتق رو به من خواهد دادین f پریم x بنابراین یعنی مشتق تابع f در نقطه x و این دقیقا یک تابع هست یعنی من میتونم به ازای هر ایکسی به شما بگم مشتق چقدر هست و به ازای هر ایکس و فقط و فقط من یک مشتق خواهم داشت اما ممکنه به ازای ایکس های مختلف یک مشتق یکسان تولید بشه این دقیقا ویژگی تابع هست اگر اینها رو فراموش کردید دو یا سه ویدئوی اول تابع کلاس درس همه اینها رو به صورت کامل توضیح داده خب حالا ما چطور این تابع مشتق رو از روی خود تابع حساب میکنیم؟ این برای هر مثال متفاوت هست یعنی من اگر دو تابع fx مختلف داشته باشم یعنی یک تابع f یک تابع ج احتمالا مشتقشون با هم فرق داره بنابراین بیاید این مثال fx مساوی با x به توان دوی اینجا رو فعلا در نظر بگیریم من میام و میگم فرض کن من میخوام مشتق رو در نقطه x حساب بکنم یعنی بجن که یک عدد نسبت بدم بگم مشتق رو در نقطه دو میام خیلی حالت کلی در نظر میگیرم میگم فرض کن ورودی این تابع مشتقم x هست و من میخوام الان بیام مشتق رو در نقطه x حساب بکنم من میدونم که تعریف ریاضی مشتق هست حد دلتا x به سمت صفر اف x به علاوه دلتا x منهای های fx تقسیم بره x به علاوه دلتا x منهای x و فقط برای یادآوری من میدونم تکراری شده این حرفاتون اما معنی این عبارت این هست که اگر من از یک نقطه x مثلا این نقطه دلتا x تا بیام جلوتر یک مقدار خیلی کوچیکی fx هم چقدر زیاد میشه یعنی این عبارت این عبارتی که fx در روی تابه زیاد میشه این هست fx به علاوه دلتا x منهای اف ایکس این تغییرات تابع f رو به من میده به ازای دلتا ایکس تا زیاد شدن مقدار x اگر من این دلتا ایکس رو کوچیک و کوچیکتر بکنم آهنگ تغییر در خود این نقطه ایکس رو به دست میارم یعنی این عبارت دقیقا به من آهنگ تغییر در خود نقطه ایکس رو میده من فکر کنم تا حالا ده بار تو این ویدیوها اینو گفتم اما خیلی مهم هست کل مشتق همین مفهوم هست خب حالا بیایید این رو حساب بکنیم این مساوی میشه با حد دلتا ایکس به سمت صفر خب اف ایکس به علاوه دلتا ایکس میشه چی میشه ایکس به علاوه دلتا ایکس به توان دو چون اف ایکس هست ایکس به توان دو اف ایکس میشه چی میشه ایکس به توان دو تقسیم بر دلتا ایکس که این مساوی میشه با حد دلتا ایکس به سمت صفر من میخوام صورت رو باز بکنم x به علاوه دلتا x به توان دو میشه x به توان دو به علاوه دلتا x به توان دو به علاوه دو x دلتا x منهای x به توان دو درسته تقسیم بر دلتا x حالا من باز هم میتونم اینو ساده ترش بکنم بگم این میشه حد دلتا x به سمت صفر این با این ساده میشه اینجا بنابراین این مساوی میشه با دلتا x به توان 2 به علاوه دو x دلتا x تقسیم بر دلتا x حالا من میتونم از یک دلتا x صورت فاکتور بگیرم این مساوی میشه با حد دلتا x به سمت صفر دلتا x در دلتا x به علاوه 2x تقسیم بر دلتا x و چون دلتا x مخالف صفر هست هرچند خیلی داره نزدیک میشه به صفر اما همیشه بیشتر از صفر هست یا مخالف صفر هست در واقع این دوتا میتونن با هم ساده بشن این مساوی میشه با حد دلتا ایکس به سمت صفر دلتا ایکس به علاوه دو ایکس و خب اینو دیگه از قوانین حد که در ویدئوی دوم یا سوم مبحث حد با هم دیگه بررسی کردیم دیدیم که حد دلتا ایکس به سمت صفر دلتا ایکس مساوی صفر میشه بنابراین این مساوی میشه با صفر به علاوه و حد دلتا x به سمت صفر دو x میشه خود دو x دقت بکنید که این دو x هیچ رابطه ای با دلتا x نداره بنابراین وقتی من دلتا x رو به سمت صفر میل میبرم این دو x هیچ تغییری نمیکنه و برابر با خودش خواهد شد بنابراین این, این مساوی میشه با دو ضرب در x و همینطوری که میبینید من الان تونستم مشتق رو به صورت تابعی از x به دست بیارم یعنی من تونستم نشون بدم که مشتق x f پریم x مساوی میشه با دو x بذارید من دور این نتیجه نهایی یک خط بکشم و خب این الان بیاید روی شکل ببینیم یعنی چی یعنی تعبیر هندسیش رو ببینیم و ببینید که چقدر داستان جالبه الان این نقطه x مساوی با دو رو در نظر بگیرید من چه من به دست آوردم که مشتق تابم در هر نقطه یعنی من هر x رو در نظر بگیرم مشتق تابه برابر با دو x هست یعنی مثلا در این نقطه FX x مساوی با دو مشتق تابه من میشه دو, دو تا چهار تا معنیش اینه که شی به خط مماس بر تابه در این نقطه هست چهار یا مثلا نقطه هشت رو در نظر بگیرید یک همچین نقطه ای روی تابه این عبارت داره به من میگه که شیب خط مماس بر تابه در این نقطه که حالا فرزن یک همچین خطی هست داره به من میگه که این شیب برابر هست با دو هشتا شونزده تا یعنی شیب این خط هست شونزده و به همین ترتیب هر چقدر من روی نمودار پیش میرم شیب خط مماس بر تابه بیشتر و بیشتر میشه و, به و از طرف دیگه این داره به من میگه که در نقاط منفی مثلا وقتی که ایکس هست منفی چهار شیب هست دو زب در منفی 4 یعنی منفی 8 به عبارتی داره ما من که در نقاط ایکس های منفی شیب خط ماماس بر این نمودار منفی هست البته این فقط در مورد این تابه هست یعنی میشه ای داشت که در نقاط منفی شیب خط نمودار بر اون مثبت باشه معنی این چی هست مثلا بیاید همین نقطه 8 رو در نظر بگیرید که شیب 16 هست معنیش اینه که اگر شما خیلی خیلی کم از نقطه 8 پیش برید یعنی دلتا x تا از نقطه 8 برید جلوتر اف ایکس به اندازه 16 ضرب در دلتا x زیاد میشه این داره در حقیقت آهنگ تغییر یا حساسیت اف ایکس رو به تغییرات کوچیک x به من در این نقطه میده میگه اگر دلتا x تا شما x رو از 8 بیشتر بکنید اف x تون 16 دلتا x تا از اون مقداری که بوده بیشتر میشه و این دقیقا تعریف مشتق